بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، اجازه بدید ایام شهادت حضرت ام البنین ام العباس علیها السلام رو به محضر امام زمان و یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم. برنامه دخیل همکنون به لطف و عنایت بی بی جانمون حضرت ام البنین سلام الله علیها آغاز میشه و ما امشب و شب دیگری رو تحت عنوان ویژه برنامه برای ایام استشهاد این مادر گرانقدر در خدمت شما هستیم و با یک بخش‌های متفاوت نسبت به برنامه روتین دخیل خدمتگزار شما خواهیم بود. قطعاً دل من و دل شما و تمام کسانی که علقه‌ای و خاطره‌ای و ارادتی نسبت به این مادر چهار شهید دارند، الان آرزو و تمناشون بر این بود که در کنار اون قبور خاکی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین می بودند و بر قربت این مادر که چهار فرزند داشته اما یکی پس از دیگری رو فدای راه امیر مؤمنان آقا سید الشهدا و دفاع از حریم امامت کرده و اینک که نوبت زنده نگه داشتن مقام اوست، نه گریه کنی تحت عنوان فرزند داره و نه اینک زائر. اما با دلمون و با اشک چشمانمون مانند شمع‌هایی که در این فضا می سوزه، از همین راه دور بر قربت او و بر قبر خاکی او می سوزیم و می گریم. در ابتدا تقدیم می کنم این برنامه رو به بانوی عالم سیدت النساء العالمین من الاولین و الاخرین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و به محضر خود جناب ام البنین صلوات الله و سلامه علیها و خاصه به محضر آزاده نازنینش قمر العشیر ابوالفضل عباس علیه السلام که شبکه ما هم به نام اوست، یعنی بیت العباس، و امیدواریم که بپذیرن این تحفه و برگ سبزیز از درویش انشاءالله. دعوت میکنم برنامه رو خاصتاً این دو قسمت یعنی امشب و شب آینده رو وقت بگذارید و با نیت پای گیرندتون بنشینید برنامه رو ببینید. اگر این کلام و دعوت من رو هم بر بی‌ادبی نمیگذارید، از شما دعوت میکنم با وضوع پای این برنامه بنشینید. نیت کردیم به نیت فرج بر قربت ام البنین سلام الله علیها گریه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله
السلام عليك يا عزيزة الزهراء، السلام عليك يا أم البدور السواطي، يا فاطمة بنت حزام الكلابية، المكنى بأم البنين، ورحمة الله وبركاته. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله، إذ ضحيت بأولادك دون الحسين ابن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة، واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وازرت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول الحسن والحسين، وبالغتي وآثرتي ورعيت حجج الله الميامين، وسعيت في خدمة أبناء رسول رب العالمين، عارفة بحقهم موقنة بصدقهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء، فسلام الله عليك كلما دجن الليل وأضاء النهار، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات، لأنك كريمة خلائق، تقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك، وجعل الجنة منزلك ومأواك، ولقد أعطاك من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لسيد الأوصياء وبحبك لسيدة النساء الزهراء عليها السلام، وفدائك بأولادك الأربعة لسيد الشهداء عليه السلام بابا
لك عند الله شانا وجاها محمودا. والسلام على أولادك الشهداء العباس عليه السلام قمر بني هاشم باب الحوائج وعبد الله وعثمان وجعفر الذين استشهدوا في نصرة الحسين عليه السلام بكربلاء. فجزاك الله وأجزاهم أفضل الجزاء في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد الخلائق التي حصرها لا يحتسب أو يعاد. وتقبل منا يا كريم. سلام و درود خدا خدمت شما بینندگان عزیز و امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید. اگر به زندگی نامه حضرت ام البنین سلام الله علیها نگاهی بیندازید و در روایات و احادیث و تاریخ زندگانی این بانوی گرانقدر غوری بفرمایید، متوجه خواهید شد منهای همجواری با آقا امیرالمؤمنین و تلمذ و کسب معرفت از وجود نازنین و اطهر آقا امیرالمؤمنین، خود این بانو هم صاحب مقاماتی بوده، چرا که جناب عقیل با توجه به اون علمی که داشته جهت انتخاب فاطمه کلابیه، میفهمیم که او یک فضایی رو در ذهن خودش، وجودش و معارف برای خودش تنظیم کرده بود که لیاقت همسری آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داشته. اما آنچه که از این بانو به ما رسیده بیشتر مباحث ادب ایشان هست. نکته‌ای که برداشت می‌شود این که اگر ما هم در حیات و زندگانی خودمون ادب و احترام نسبت به حضرات معصومین و خاصه خیلی آهنو تو حال هوای فاطمیان، خاصه نسبت به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، انشاءالله دست ما رو هم خواهند گرفت. مقدمه رو عرض کردم که معرفی بکنم برادر خوبم جناب آقای آقا مهدی رضایی عزیزمون رو که از شاعران با لطافت و خوشقریحه اهل بیت هستند، امروز دعوت ما رو پذیرفتند و در این ویژه برنامه با ما همراه هستند. اجازه بدید محضرشون سلام و عرض ارادت داشته باشم. جناب آقای رضایی سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خیلی خوش آمدید. من تسلیت عرض میکنم شهادت ام البنین سلام الله علیها رو به محضر شما و منتظریم که از قلم و لسان شما در دفاع از اهل بیت بشنویم و لذت ببریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی همه انفاس فدایت مادر، دامنت باغ گل یاس فدایت مادر. شده مجنون جمال و ادب عباست، همه عالم احساس فدایت مادر. خون حیدر به رگان پسرت هست که او هست بر فاطمه حساس، فدایت مادر. چار قل دور سر چار پسر چون توحید، کافرون و فلق و ناس فدایت مادر. دست و چشم و سر و جان داد به درگاه حسین، همه را از سر اخلاص
فدایت مادر. بر لب آب لبش تشنه، وفایش هرگز نبود قابل مقیاس. فدایت مادر. میخری از همه گریه کنان عباس، اشک را قیمت الماس. فدایت مادر. فخر کردی به خودت، فخر کردی به خودت تا که شنیدی که حسین یا اخا گفت به عباس. فدایت مادر. مادر، به به به، بسیار عالی. و انشاءالله ما هم یاد بگیریم خودمون رو فدای کسی کنیم که ارزش فدا شدن داره، اون که تمام هستیش و فرزندانش رو به نحوی تربیت کرد که نفس و جان و معرفتشون رو برای امامشون خرج بکنن و تا آخرین لحظه حتی یک بار با وجود برادری خونی او رو جز امام چیز دیگری خطاب نکنند. و این کمال تربیت این بانو نسبت به فرزندانش. خیلی ممنونم. ولی اگر که ما رو مستفیض بفرمایید، ولو با یک رباعی، یک دو بیتی تقدیم بکنیم به وجود نازنین امام زمان، چون این برنامه سه شنبه داره پخش میشه. خیلی ها به رسم قدیم دلشون در مسجد جمکران بوده، حالا که با این شرایطی مقدار فاصله افتاده، به این بهانه اتصال قلبیشون با امام زمان هم برقرار بشه. من ممنون دارتون هستم. بله چشم. من در جوار حضرت معصومه این فضا رو که دیدم یه دو بیتی به ذهنم اومد و نوشتم که تقدیمتون میکنم. بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. در خانه ات روز نشینم یا ابوالفضل، دل خسته و زار و غمینم یا ابوالفضل. نذر ظهور مهدی زهرا من امشب، گریه کن ام البنینم یا ابوالفضل. یا ابوالفضل، انشاءالله با ظهور مهدی زهرا انتقام مظلومیت اهل بیت رو بستانی و معنای عشق ریختن ما اون زمان تغییر میکنه و تازه به عنوان عزادار ما گریان خواهیم بود، چون الان تمام مفهوم گریه ما به جهت خونخواهی است و بعد از اون تازه وارد فضای عزاداری خواهیم شد. خدا رو قسم بدیم به مقام این مادر گرانقدر موانع ظهور امام زمان برطرف بفرماید. به اتفاق جناب آقای آقا مهدی رضایی، بخش دیگری از برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. میریم سمت دیگر استودیو، دوستان و مهمانان گرانقدر دیگری خواهیم داشت. شدیداً دعوت میکنم که این بخش رو با ما همراهی بفرمایید. یه غم خالی داشتم، یه روزی کنارم علم داری داشتم، علم داری داشتم. برای این همه غم یه غم خاری داشتم، یه روزی کنارم علم داری داشتم. وای به یاد تو آروم جونم، دم آخرم روز خونم، مثل فاطمه قد کمونم. وای به یاد تو آروم جونم، دم آخرم روز خونم، مثل فاطمه قد کمونم، مثل فاطمه. هم عصای دست دینم، من ام بی بنینم، من ام بی بنینم، من ام بی بنینم. عصای دست دینم، من ام بی بنینم.
عرض تسلیت دارم به ساعت مقدس امام زمان و یکایک که شما بینندگان عزیز، شهادت خانم ام البنین سلام الله علیها رو، و امیدوارم که بتوانیم در این برنامه به اندازه سر سوزنی مقام ایشون رو تکریم کنیم و در این لحظه به نیت فرج بر مصائب و غربت ایشون اشک بریزیم. برادر خوب و بزرگوارم جناب حاج علی آقای پاک دامن و دوست خوب و گرانقدرمون جناب آقای آقا ناصر هاشمیان میهمان این بخش برنامه هستند. آقای آقا مهدی رضایی هم منت گذاشتند و در ادامه برنامه با ما همراهی میکنند. از اینکه قصد دارید سخاوتمندانه با ما باشید ممنونم. حاجات دنیوی و اخرویتون رو مد نظر بگیرید و خاصه برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با ما همراهی بکنید و بر مظلومیت این مادر شهید بگیرید. اجازه بدید به محضر دوستان بزرگوارم سلام عرض تسلیت داشته باشم. جناب آقای پاکدامن سلام. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید به محضر شما، عرض تسلیت. ممنونم، متشکر. منم چون همیشه عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت ولی است، ارواح ناله الفدا، امامی که ز دست هیچ کسی کار بر نمی آید مگر که منتظر صاحب از زمان باش، و عرض تسلیت به حضرتش و همین جمله کوتاه که اونایی که خوب گریه کردن برای حضرت زهرا امشب از دست خانم حضرت ام البنین و با گریه بر این بزرگوار از دست بی دست فرزند بزرگوارش آقا ابوالفضل عباس امشب مزدشون ان شاء الله بگیرن. خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای هاشمیان من هم به محضر شما هم سلام و عرض تسلیت دارم و خیلی خوش آمدید. بنده عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ان شاء الله که این نشست اون بر زیر نظر آقا صاحب العصر و زمان ان شاء الله قرار بگیره. ان شاء الله. آقا مهدی هم که عرض ارادت کردیم و محضرشون بودیم، هر کدوم از بزرگواران سلام میدونید، بسم الله بگید و دلهای عاشق مردم رو چون کبوتر بر اون قبر خاکی مادر در جنت البقیع بنشانید. یا علی مدد. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أنوارك وتمتعوا فيها طويل دارد عروس تازه می آید به خانه دارد عروس تازه می آید به خانه چه با شکوه و به چه زیبا عاشقانه همه شهر فهمیدن که آقا امیرالمومنین فرمودن برادرم عقیل که واقعا اجحاف شده در حق حضرت عقیل ابن ابی طالب این بزرگوار که متاسفانه اجازه بدید دفاع کنم از این برادر آقا جانم که بس براش که مسلم ابن عقیل از اوست که متاسفانه یک روایتی که و یک داستانی که معلوم نیست از کجاست و در کتب صحیحه شیعه هم پیدا نمی شود که اون ماجرایی که آمد و از بیت المال خواست و اینها
و متاسفانه غربت آقا امیرالمومنین و برادرشون عقیل انصاب بلد بود و یکی از دلایلی که خیلی این بزرگوار رو میکوبن چون تمام دشمنان امیرالمومنین رو هرچه میرسیم به اینه که از کجا آمدن راویش عقیل بوده، برای همین این بزرگوار رو نزد ما کوچک جلوه دادن، همینقدر در مقامش بس که آقا امیرالمومنین وقت خواستن بعد از زهرا و بعد از سالها و اون اتفاقات، البته همسران دیگری بودن، ولی برای این قضیه وقتی خواستن عالم بفهمن به عقیل گفتن عقیل برادرم برای من دختری از قبیله شجاعان تو انتخاب کن که از او میخوام مدافعانی برای حسینم و یاورانی برای حسینم. کل شهر فهمیدن، همه شهر مدینه خبردار شدن که فاطمه دیگه ای داره میاد تو خونه امیرالمؤمنین. از این جای ماجرا ببینید که دارد میاد، عروس تازه بر هودج عروس نشسته است و بر دارن میارن، از کجا چجوری میان. شب اولمون از این منظر گریه کنیم تو این خونه حضرت ابوالفضل که انشالله قبولمون کنن. همون حرفی که آقای مهدی رضایی و اون ربایی قشنگی که ایشان گفتند و خوندن که به ذهن من و به دل من نشست، در خانه ات روز نشینم یا ابوالفضل. دارد عروس تازه می آید به خانه، چه با شکوه چه زیبا عاشقانه. دارد می آید فاطمی این فاطمه از کجا در کوچه که خورده زهرا تازیانه. در کوچه ای که دیده مولا دست بسته. آی قربون شما که از همین اول کار چشماتون بارونیه. آره در کوچه ای که دیده مولا دست بسته، صداد ببخشن یک شهر میزد محرمش را ظالمانه. ای گریه کنم انگار همین دیروز بود تو همین کوچه دستای آقای من و شما رو بسته بودم. هر کی بلده بخونه من ایستاده بودم، دیدم کم سرم را قتل گهی به کوچه گاهی به خانه میزن. شب اول از آیاز شب ام البنینه، ولی خانوم گریه کل زهراز میگه برای همین بی مقدم از خم کوچه جرو کردم سخت صداد رو بگرد. گردیده بود غلفازم دست با مغیره، این
شمشی به 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 دوباره شروع کنم دارد عروس تازه می آید به خانه چه با شکوه بچه زیبا عاشقانه دارد می آید فاطمین فاطمه در کوچه ای که خورده زهرا تازیانه در کوچه ای که دیده مولا دست بسته یک شهر میزد محرمش را ظالمانه زیست چون گل به رویش عشق زهرا زد جوانه او آبدان افتاد روی پای زینب با چشم گریان عاشقانه خازانه ببین همیشه گفتم حاسد از زن آمدی آنا سر عزیزم بعضی روزا مردونه است بعضی حرفا مردونه است یه مرد میفهمه تا صبحم بشینیم برای زن توضیح بدی کار به جایی رسید که دستا رو بسته باشن جلو مرد ناموسش رو بزنن اینو فقط یه مرد میفهمه ناموس جلو مرد زدن یعنی چی بعضی حرفا زنون هست خانوها میتونن درکش کنن آی تازه عروس میفهمه انشالله خوشبختی دخترهایشی امشب به دست بیبی امضا بشه یه دختر همه آرزوش این ازدواج کنه بهترین لذتشون وقتیه که قدم به خانه شوهر میذاره دم در رسیده همه دارن نگاه میکنن داد زدی علی وارد خونه نمیشن تا زینبتون نیاد دم در همه گفتن به دل میگم دیگه همه اونایی که یه روز تماشا کردن جلو علی زهرا زدن رو گفتن ها میخواد بگه خانم خونه منم همه کاره خونه منم آی گریه کن اولیا مخدر زینب آمدن یه شهر دیدن او آمدن افتاد روی پای زینب با چشم گریان عاشقانه خازانه بر در به خانه ایشالله بدون حرف زدن جا بیفته داده در میاد بر در به خانه از ادب افتاد بر خاک این فاطمه نه بالگه نه وحشیان به مال اون عاشق میگفت تا خودش الاخر رو پای زینب سا
صدا زد خانم من نیومدم تو این خانه خانم میگلم من اومدم کنیز شما باشم من اومدم منو کنیز زهرا صدا بزنم اون عاشق میگم زیر بغلاش بی بی زینب گرم بلند دازد فاطمه بلند شو برا بابا بسه یه بار دیده یه فاطمه لغن زمینه کجا بودی اون روزی که اول چلال با لگت زد بده به 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 ای وای از روزی فاطمه ای وای از روزی که زینب دید مادر غرق به خون افتاده در این آستانه شب میخوام ورود بی بی رو بخوانم حالات بی بی رو ببینیم برا کی داریم گریه میکنیم شد فاطمه اولاد زهرا با وجودی بیکرانه وارد خونه شد امیرالمومنین این که قاصد حسن فرمودن و گفتن ادب ادب مادر ادب ببین ببین الکی به کسی چیزی نمیدن هر کی از در خونه زهراست هر کی به هر جا رسیده در خونه زهراست آقا امیرالمومنین وارد خونه شده دیدن بی بی ام البنین زانو گرفته بغل ناراحته چیه؟ من گفتم زانو گرفته شما دلاتون رو برای روزایی که پهلو میگیره فاطمه سلام آقا سلام فاطمه چرا ناراحتی یه خواهش از شما اگه زهرا همه عمرش آره سید اگه مادر ادب عمرش یه خواهش داشت این خانم همه عمرش یه خواهش داشت این همین خواهش بود آی قربون چشمای پر از عشق تو چیه فاطمه هرچی میخوای بگو آجان دیگه منو فاطمه صدا لزلید چی؟ از اسمت بعدت بعد نه 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 آقا جان نه آقا جان افتخارم این نامم فاطمه است نام خانومم اما آقا نگید دیگه من فاطمه چرا آخر وقت میگید فاطمه بیبیلم به جای زهرا یاد مادر بیافتن و گریه میگلن های قربون عشقاتون آره اگه اینطور دورم نشستیم مردم چون باید برا خانم یه جور زار بزنیم اون روز آره آره پسر نداره براش گریه کنه هنوز عباسی به دنیا نیومده فرمودن از امروز تو رو به این لقب کن یه صدا میزنم ام البنین شد فاطمه ام البنین و گشت وقفه اولاد زهرا با وجودی بیکرانه از او خریده حق چه خوش عشق و ادب را بر فاطمه دادش مدالی جاودانه تا شود بی دست روزی پا
های حسین فاطمه خونش روانه او روزخان کشته کرب و بلا شد سوزانده دل به عالمی با این بهانه امشب میخوام حالات بی بی رو بگم انشاءالله فردا شب روز خونی بی بی به پا کنیم ای گریه گلا وفا رو میخوای ادب رو میخوای در این مادر بمی تا عباسش به دنیا اومد دوباره تل زلا شروع کرده لر زدن تا دیروز بچه نداشته دور بچه های زهرا میگه حالا که بچه دار شده یه وقتی دل ام البلیل گلداغه یک بازش رو برداشت هی دور سر حسین میگردون به 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 ناله 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 هی دور سر حسینش میگردون هی میگه حسین بلا گردون آوردم برات بربون آوردم ای گریه گلا اجازه بدید امشب این طور روزه بخونم آزد از زن این آمدی آلا سر عزیزان من گریه کن هر جای این عالمی وقتی خدا به یه زن بچه میده همه ی حواسش اینه اولی لحظه ای که شوهرش بیاد بچه رو میده دست شوهرش گنجشو داره میده ببینه شوهرش اگزل اولی انجام میده همه ی عمر تو ذهنش میمونه تا گلداغه ی اول وزنشو داد دست امیر المومنی دید آقا ای دارن دست هاشو میبیزن چشمش رو میبوزن یادم یه روز آسد از زلیل گو آره آره این بوسه زدن چه روزه ها که نداره انگار هر جایی رو اهل بیت بوسه زدن دشمن نشانه رفته از بوسه به دستای فاطمه بگیر تا الان دستای قمر رو یا با عبدالله غرب الله یه روز پیغمبر صورت و زیله و بازوی زهرا رو بوسه میزد ای ببینم چه بر سر آورده امیر المؤمنین و پیغمبر پیشانی مبارکش رو میبوزیدن آی آی لبهای حسن رو میبوزیدن آزد حسن شما داد بوده فقط یکی بود همه اعضاء بدنش رو بگیدن حسینش رو نگه میداشت بعضی موقعا میفرمود علی جان بگیرش این لباس حسین رو بالا میزد سینه حسین رو میبوز همونجا شد جای نیزه ای بمیرم ام البلین خیره خیره نگاه میگرد آقا جان دستای بچه مشکلی داره چشمش نه ام البلین چی شد اجازه بدید همینجا بگم روز خونیش برا فرداشم ام البلین یه روزی میرسه برا دفاع حسینم دست های عباس خود رو از بدل قد به 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 ناله ام البلین یه روزی میرسه مشگ آب رو به دلدالش بگیره هر کی بلده بخونه ای مشگ تو لا اقل وفا من دست ندارم تو
مرا یاری کن. مادرش داره گریه میکنه، من وعده آب تو به اثر داده، یک جمله برای اون نگهداری کن، فقط یه جمله بزن عزیزم سیل زلیم خونه. آراست زد راست گفت، این مادر همه یه بچه هاک بخواک جب همه به سیله بزنی. آی گریه گلا بگم ام البلیل شیر دلال ابل فایا، که هرچه تیر به بدن ایزده ام البلیل نبودی کربلا ببینی. فقط یه جمله به خانم از زینب یه جمله گفت، خانم فقط به من بگو وقتی حسینم و سر بریده عباسم کجا بود، اونجا دیدن زینب ای به سر داره میزنه، ام البلی به خدا دزای عمل بزنه. این از دنیا ارفال داد مزن یا ابل فرد دخیلی ممشن داد مزن، دخیلی یا ابل فرد دخیلی یا ابل فرد. حالا مادر به قربون جمالت رخه چون بدر و ابروی هلاله، شنیدم کامت شان جان سپردی گل ام البنی شیرمنا به نیت فرج امام زمان صدا بزنیم یا حسین. خبر آوردن خبر تو برام آوردن سپر تو، خبر آوردن خبر تو برام آوردن سپر تو، یله رشیدن بیا ببین این حال و روز مادر تو، این حال و روز مادر تو. خبر آوردن خبر تو برام آوردن سفر تو، خبر آوردن خبر تو برام آوردن سفر تو، یله رشیدم بیا ببین این حال و روز مادر تو، این حال و روز مادر تو. شب و روز زمان پر آه، روز خونه تو مدینه چی شدن چشمای ماه، داره تیر میکشه چشم. شب و روز زمان پر آه، روز خونه تو مدینه چی شدن چشمای ماه، داره تیر میکشه چشمم. شنیدم دستاتو که بریدم، فرق تو هم دریدم. شنیدم چی میشه مثل دیدم، وای از دل زینم، وای از دل زینم. علم دار ابن فز، علم دار ابن فز، علم دار ابن فز، علم دار
شبیه دست قلم تو، رو زمین افتاد علم تو، شبیه دست قلم تو، رو زمین افتاد علم تو، مشک پر آب و سوز آتش، اهل حرم هم مقام تو، اهل حرم هم مقام تو. آخ فکرت این بود برسونی به حرم مشک پر آب و، فکرت این بود برسونی به حرم مشک پر آب و، تا ببینی گل خنده رو لب طفل رو بابو. شنیدم وعد کردی به خیمه، بر میگردی به خیمه، القم رو تو کردی به خیمه، وای از دل زینب، وای از دل زینب. علمدار اول فرز، 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 علمدار. نمیشه باور تو و همون، بمیر ماه در چی شده بود؟ نمیشه باور تو و امون، بمیر ماه در چی شده بود؟ دیدی تو زهرا مادر تو، با قد خم با روی کبود، با قد خم با روی کبود. آخ با لب تشنه علم دار، عاقبت ماه در رو دیدی، شیر من باشه حلاله، آب رو بود تو خریدی. با لب تشنه علم دار، عاقبت ماه در رو دیدی، شیر من باشه حلاله، آبروم و خریدی. شریده علی علی تشنه لب جون سپردی، قطر آبی نخوردی، حرب رو پس به کی تو سپردی؟ وای از دل زینب، وای از دل زینب. علمدار اول فرز، 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 علمدار. همه عالم آدم میدونن یه ذکر هست که دیگه خور نداره، سنی ارمنی همه 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 همه، یهودی زرتشتی کافر حتا دیدم، با این ذکر هر چی خواستن گرفتن. من و تو که گریه کن زهراییم، من و تو که امشب نشستیم پاس سفره مادر شغل بلید، من و تو که امشب گفتیم یا ابلفز به جای تو برا مادرت به سر و سینه میزنیم، کم نخوای از ابلفز ها با همه وجوده. دخیل یا ابلفز، 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 دخیل یا ابلفز. به حرمت سکینه، دخیل یا ابلفز، به بانوی مدینه، دخیل یا ابلفز، دردم نما دوا تو، دخیل یا ابلفز، دخیل یا ابلفز، دخیل یا ابلفز،
تخیر یا حاجات ما بالمروا حاجات ما بالمروا مالا رسال به کربلا مالا رسال به کربلا دخیل یا ابوالفضل دخیل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یه دعا کنم حاسد حسنی یا علی فقط یه حرف بزنم یا ابوالفضل هر مادری دوست داره همیشه مادرها این حرف رو میزنن میگن مادر زنده باشی زیر تابوت ما بگی یا بلبل به مادرت که چهار تا پسر داشت و قریبوله بلند کردن بدنش رو قسمت میدیم امشب به دست های بریدت خودت برا فرج آقا ملدا گل با همه وجودت بگو یا رب الحسن به حق الحسن به کاشف کرب الحسن به مقتوع الیدن به کفیل زینب اشفا صدر الحسن بدور الهجاء احسنتم طيب الله انفاسكم ان شاء الله که نفس و ناله شما ممزوج با نفس و ناله امام زمان بشود و از همه شما بینندگان عزیز که پای گیرنده هاتون نشستید و بر قربت این مادر چهار شهید گریه کردید حقا حقها گردن دین و حق گردن ما دارد این بانویی که در قربت الان باور کنین همین چند تا شم و همین چند تا گریه کن رو میتونم به جد بگم در بقیه نمیتونیم پیدا بکنیم در حال حکمتی است و سری است در مظلومیت این خانواده و منتسبین حتی به این خانواده خدا رو قسم میدم به مقام این بانو که عمری زحمت فرزندانش رو کشید و به تعبیر خودمونی دستگلاش رو در مسیر امام حسین فدا کرد که فرج امام زمان معجل بفرماید این عشق و ارادت از ما نگیرد و روز به روز بر محبت و ولایتشون در دل ما بیفزاید ممنونم از جناب آقای پاکدامن، جناب آقای هاشمیان، آقا مهدی رضایی و تک تک شما عزیزان امشب رو خداحافظی میکنیم تا سلامی دوباره حق نگهدارتون باشه یا علی مدد عزیز علی ان ار الخلق لا ترا بلا اسمع لك عزیزا بلا وجه يا ابن الحسن